بینندگان عزیز تلویزیون جهانی اصلاح و برنامه آیین زندگی خوش آمدید. در برنامه امروز آیین زندگی استاد عبدالجمیل جابر مهمان برنامه هستند و پیرامون چگونگی و چستی شفاعت با هم بحث و گفتگوی داریم و قابل یادآوری است که در ادامه این برنامه، یعنی در قسمت پایانی برنامه، میپردازیم به پاسخ به پرسش هایی که شما در طول هفته از طریق شماره واتساپ، تلگرام و پیامک برنامه با ما فرستادید. جناب استاد خوش آمدید در برنامه، وقت شما بخیر. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته، زنده باشین. تشکر، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان فهیم شبکه جهانی اصلاح، به ویژه بینندگان و علاقمندان برنامه آین زندگی. تشکر جناب استاد. اون قسمی که قبلا خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، موضوعی که امروز میخوایم خود شما در مورد از صحبت بکنیم پیرامون شفاعت. در ابتدا اگر شما یک تعریفی از شفاعت داشته باشیم که شفاعت چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شفاعت از شفع گرفته شده به معنای میانجی گری کردن و یا سفارش کردن. در دنیا ما داریم که وقتی کسی امری داره یا موضوعی داره پیش حاکم یا بزرگتری، اگر او خود او حاکم رو بشناسه یا حاکم رو نشناسه، یا حاکم او رو بشناسه خب مگم اعتبار پایین تری داشته باشه یا چی، از یک نفر میانجی استفاده میشه که حرف او رو به گوش او بشنوانه و اینها، یا نه تنها بحث معرفت و اینها، در کل بعضی میانجیگری میکنن یا سفارش کسی رو میکنن. شفاعت به معنی میانجیگری کردن یا سفارش کردن. و در اصطلاح شرعی ما شفاعت در قیامت شفاعتیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت میکنن نزد الله متعال و سفارش بندگان میکنن که حساب و کتاب شروع بشه، یا سفارش میکنن بندگان الله که در حق بعضی دیگر از بندگان که اونها وارد بهشت بشن. تشکر جناب استاد. اون اسمی که شما گفتین و بیشتر این واژه مخصوصا در بین اجتماع ما بیشتر بحث اخروی داره، وقتی مردم واژه شفاعت میشنوند بیشتر ذهن نامون روز قیامت میرسه و این که در اینجا پیامبر علیه السلام هم شفاعت میکنن. پس این دقیقا موضوع اخرویه دیگه یا نه؟ بله. در موارد در دنیا میشه چرا در امور دنیوی هم ما شفاعت داریم، یعنی میانجیگری کردن در امور خیر، و رسول صلی الله علیه وسلم توصیه کردن که شما در امور خیر میانجیگری کنین، شفاعت بکنین. و اما آنچه که بین ما معروفه، وقتی ما شفاعت نام شفاعت میگیریم یا کلمه شفاعت به زبان میاریم، ذهن همگی ما سمت شفاعت اخروی میره که رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت میکنن یا بعضی از بندگان نیک الله متعال. خب خود شفاعت انواع مختلف داره، یعنی یک وقتی پیامبر علیه السلام بندگان گناهکار یا امت گناهکار خود یعنی به شفاعت از اون رو پروردگار میکنه، خدا اون رو قبل مغفرت قرار بده، یعنی میتونه انواع مختلفی داشته باشه. علل عموم دو نوع شفاعت داریم، یک نوع شفاعت داریم به نام شفاعت عظما و یک نوع شفاعت دیگه داریم، شفاعت در حق گناهکاران یا شفاعت صغرا هم میتونیم بگیم. شفاعت عظما و ای ویژه و مخصوص پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم می باشه. و وقت قیامت برپا میشه، اذا الشمس کورت، آفتاب نور خود، خورشید نور خود از دست میده و کلا این نظام هستی بر هم میخوره و سور دمیده میشه. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، باز دوباره سور دمیشه، مردم همگی دوباره زنده میشن، از قبرها بیرون میشن، بعد کسی اونها رو به سوی سرزمین محشر فرا میخونه و همگی از او فراخوان پیروی میکنن. یوم یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن، الله تعالی در مورد برپای قیامت میگه. بعد همگی مردم از قبرها بلند شده طرف میدان محشر میرن و در این اسنا میباشه که
هر کس از قریب و از نزدیک خود فرار میکنه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، فرد از برادر خود فرار میکنه، فرد از مادر خود، از همسر خود و از فرزند خود فرار میکنه. و در حدیث داریم که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند و از حالات سخت قیامت بیان میکنند که شوهر میآید پیش خانم خود، میگه خانم من چطور شوهری بودم در دنیا؟ میگه شوهر خیلی خوبی بودی. و خیلی توصیف شوهر خود میکنه. خب شوهر میگه پس اینطور که است همو از ثوابها خود کمی به من بده. باز او میگه که بله، چیز ظاهرا کمی خواستی، اما با اینکه ای کمه اما ما خیلی بیشتر به این نیازمندم. و اینجا که از همدیگر فرار میکنند که ما با دایی از ثواب به من بگیره و از ثواب به من بگیره، بعد همگی میرن سرزمین محشر جمع میشن. وقتی در سرزمین محشر جمع شدن، منتظر حساب و کتاب میمانند. ما اینا رو به خاطر این میگیم که همون صحنه سخت قیامت یک دفعه به ذهن ما بیایه و باز نیاز به شفاعت بیشتر مشخص بشه. و انسان ها مدت زیاد، زمان زیادی اینجا میمانن. هر کس حیران حراسان که چه کار خواه شد، بهشت خواه رفتیم، دوزخ خواه رفتیم، چه مدت در دوزخ بمانیم، آیا شفاعت نصیب ما خواه شد، و آیا و آیا و آیا های خیلی زیادی. مردم کلن در سراسیمه هستن. و از طرفی هم خورشید طلوع میکنه و نزدیک میآید. و انسان ها غرق در عرق می باشن. ما در حدیث داریم که رسول صلی الله علیه وسلم گفتن بعضی تا نصف ساق پای خود در عرق غرق می باشن، بعضی تا زانو، بعضی تا بالاتر، بعضی تا بالاتر، بعضی تا سینه و حتی بعضی تا گلو غرق در عرق می باشن. و چقدر لحظات سختی، از یک طرف گرمی، از یک طرف بلا تکلیفی، از طرف معلوم نبودن اینکه آیا بهشتیم دوزخیم، و از همه مهمتر انتظار. خیلی یعنی لحظه خیلی سختیه و مردم دیگه به تنگ میان، خیلی خیلی خسته میشن. و در این لحظات و در این جایی که یک اشاره زمینی میکنیم که الله متعال هفت گروه در زیر سایه عرش خود جای میده در این لحظات خیلی سخت. و مردم به تنگ می آیند و میگن که بریم پیش کسی که شفاعت ما رو پیش الله متعال بکنه تا حساب و کتاب شروع بشه. به این فکر میکنن، به آن فکر میکنن، به فلان پادشاه، به فلان بزرگ قوم، به فلان کس که در دنیا دارای نام و اعتبار بوده، میبینن که هیچ کارساز نیه، اصلا فایده نداره، اصلا حتی فکر کردن به اونها. بعد میبینند که پیغمبران الهی بهترین مردم، یعنی اگر کسی شایستگی کار داشته باشه، یا بتونیم بگیم اگر قرار باشه از کسی، از دست کسی کاری بر بیای، پیغمبرانه. دیگه میان پیش پیغمبران، در نخست میان پیش ابوالبشر، حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام، یا الله، و میگن که تو پدر همگی مایی، الله متعال تو رو به دست خود که کیفیت اون معلوم نیه، ما رو تو رو آفرید و از روح خود در تو دمید و فرشتگان دستور داد که به تو سجده بکنن. این همه مقام داری، میبینی که در چه وضعیتی به سر میبری. نزد الله شفاعت بکن که از این وضعیت بلا تکلیفی در بیاییم. حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاه و السلام میگن که من از نافرمانی الله متعال کردم و از اون میوه ممنوعه خوردم، من صلاحیت این کار ندارم، برین پیش کسی دیگه. میرن پیش حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاه و السلام و میگن که ای نوح، تو نخستین پیغمبر الهی بودی که به سوی قوم کافر فرستاده شدی. میبینی که در چه وضعیت قرار داریم، شفاعت بکن نزد الله متعال که از این وضعیت در بیاییم. حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاه و السلام میگن که من یک دعا داشتم، یعنی یک دعای ویژه داشتم، او را در دعا قبول کردم، در دعا در دنیا دعا را گفتم و از الله متعال خواستم و هم قبول شد.
دیگه چیزی برای ما باقی نمونده؟ دعای حضرت نوح او بود که رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدایا هیچ کافری در روی زمین باقی نگذار در همون وقت خود که همگی کافرها غرق شدن. دیگه بریم پیش حضرت ابراهیم، میان پیش حضرت ابراهیم، تو خلیل اللهی، خلیل دوست بی نهایت صمیمی، تو الله تو بی نهایت دوست داره، زیاد دوست داره، تو خلیل الله می باشی. میبینی در چه وضعیت قرار داریم؟ نزد الله متعال شفاعت بکن که از این وضعیت در بیاییم. حضرت ابراهیم میگه که ما بعضی فرصت ها از ما ترک شد، ترک شد و بعضی حرف های، البته خود اونها به دروغ تعبیر میکنن، اما در واقع همون حرف های دو پهلویه. میگن ما چون این حرف های گفتم دیگه من اهلیت این کار ندارم، یا صلاحیت به صلاحیت منیه. برین پیش موسا، میرن پیش حضرت موسا علی نبینا و علیه السلام و السلام که تو الله متعال با تو صحبت کرده مستقیما بلا کیف و تو رو برگزیده و پیغمبر برگزیده الله متعال بودی. ببینید میبینی در چنین وضعیت قرار داریم. و حضرت موسا میگه که من نمیتونم، من یک انسان رو کشتم در دنیا. برین پیش حضرت عیسی، میان پیش حضرت عیسی و از اونها هم طلب شفاعت میکنن و میگن که تو شما در حق ما شفاعت بکنید. حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام هم معذرت میخوان و میگن برین پیش محمد صلی الله علیه و سلم. انسان ها میان پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله تو آخرین پیغمبر اللهی و از همه مهمتری که الله همطور تمامی گناهان شما را گذشته و آینده را همگی را بخشیده، شفاعت بکنید برای ما که از این وضعیت در بیاییم. این شفاعت به خاطر شروع شدن حساب و کتابه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در اول سر به سجده میگذارن و الله متعال حمدها و ستایش های را برای اونها یاد میدن و تسبیحات. رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که سر اینو به سجده گذاشته است، او حمدها را و ستایش ها را که در وصف الله متعال میباشه میگن، میخوانن و تسبیح الله متعال میگن و مدت زمان زیادی سر به سجده گذاشتن و بالاخره الله متعال اجازه شفاعت میده و میگه که یا محمد، ای محمد ارفع رأسک، سر خود بلند کن، اشفع تشفع، سل توتا، بخوا هرچی بخوای ما به تو میدیم، و اشفع تشفع و شفاعت بکن که شفاعت تو پذیرفته میشه. اینجا که باز شفاعت میکنن رسول صلی الله علیه وسلم و و حساب و کتاب شروع میشه و این شفاعت به منظور حساب و کتابه. یک نوع شفاعت که به این شفاعت عظما هم گفته میشه و این شفاعت عظما ویژه و مخصوص پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم میباشه و این مقام از ای و از ای مقام محمود هم تعبیر شده در قرآن کریم و هم در سنت رسول صلی الله علیه وسلم. در قرآن کریم میخوانیم عسى و من اللیل فتهجد به نافله لك، تو بخش از شب به تهجد و نماز نافله بپرداز. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، باشه که پروردگار تو را به مقام محمود و جایگاه شایسته برسانه. و مفسرین گفتند که مقام محمود شفاعت عظما می باشه و در حدیث هم داریم که رسول صلی الله علیه وسلم برای ما گفتند که شما از برای از الله متعال برای من مقام محمود بخواهید که برای من ارزانی بداره. و در حدیث هم میخوانیم رسول صلی الله علیه وسلم میفرمان که من قال هر کس هنگام اذان کلمات اذان تکرار بکنه و متصل او این دعا رو بخونه، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ودر رواتي انك لا تخلف الميعاد، همي وابعث مقاما محمودا الذي وعدته
همو جایگاه والا و شایسته می باشه که از او به شفاعت عظمی تعبیر شده او هست و این شفاعت عظمی شد. باز شفاعت دیگه ای داریم، شفاعت صغرا یا شفاعت در حق گناهکاران کبیره، که علاوه بر پیغمبران، علاوه بر محمد صلی الله علیه و سلم، دیگر بندگان الله متعالم شفاعت میکنن و در حق مسلمانان گناهکار، مسلمانانی که مرتکب گناهان کبیره شدن و مستحق دوزخ بودن، توسط این نوع شفاعت، نوع دوم شفاعت، از دوزخ نجات پیدا کرده و وارد بهشت میشن. تشکر جناب استاد. بیشترم وقتی موضوع شفاعت در بین مردم صحبت میشه، بیشتر به نوع دوم مردم آشنایی دارن، بله بله، یعنی با آشنایی دارن که پیامبر یا شخص دیگی که باز میپردازن به ایشان، اونا شفاعت میکنن، این بنده گناهکار که مستحق دوزخ بوده نزد پروردگار شفاعت میکنن که مستحق بهشت بشه. بیشتر توضیحات بدین در قسمت شفاعتی که نزد مردم پیرامون از آشنایی دارن، که شما به نام شفاعت خورد یا صغرا گفتین، دیگه چه کسایی میتونن که شفاعت کنن به صورت کل نام بگیریم اگر؟ بله، اول انواع شفاعت رو گفتیم و بعدا گفتیم که نوع دوم انسان ها هم میتونن شفاعت کنن. حالا چه انسان هایی میتونن شفاعت بکنن؟ از جمله پیغمبر صلی الله علیه و سلم میتونن شفاعت بکنن، علاوه به او شفاعت عظما در حق شفاعت صغرا هم میکنن در حق امتیان که مرتکب گناهان کبیره شده بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق اونها شفاعت میکنن و کتاب بهشت برن. و در حدیث داریم که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من نصیب امتی من میشه که مرتکب گناهان کبیره شدن. و در حدیث دیگه ای داریم رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کس خالصانه و از ته دل لا اله الا الله بگه، شفاعت من نصیب او میشه. و همچنین دیگه کسایی که شفاعت میکنن بندگان نیک و صالح الله متعال و دوستان نیک و صالح. ما در حدیث داریم که در حدیث شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اهل بهشت وارد بهشت میشن، انسان ها نیکن دیگه، میبینن که ماحول خود نگاه میکنن، فلان دوستمانیه، فلان دوستمانیه، فلانی کجاست، فلانی به دوزخه. الله متعال میگه که ها، باز میگن یا الله دوستان ما کجا هن؟ اونا که با ما نماز میخوندن، با ما روزه میگرفتن و ما اونا رو میشناختیم. خب باز میگن اینا دوزخن. الله متعال میگه که برین، برین هر کسی رو که میشناسین از دوزخ بیرون کنین، شفاعت شما در حق اونا پذیرفته میشه، بیارین به بهشت. ای بندگان اینی که الله همتان میرن به در روزه دوزخ یا طرف دوزخ میرن و آشنایان خوده و حتی مسلمان هایی که نه تنها تنها آشنایان بلکه دیگه مسلمان ها، اونها رو از دوزخ بیرون میکنن و میارن به بهشت. و البته از کجا تشخیص میدن؟ بحث دوستا که مشخصه، اون دوستایی که مسلمان بودن و اهل نماز بودن و در کنار نماز، خب هر کس گناهان کبیره هم انجام دادن. و بقیه اونایی که دوست اونها هم نبودن، از آثار سجده سر خود به زمین میگذاریم. در حدیث داریم که دوزخ، آتش دوزخ، جاهایی که ما سر به سجده گذاشتیم اونها رو نمیخوره، از بین نمیبره. توسط اونها مسلمان ها رو میشناسن و میارن به بهشت. و همچنین شهدا، کسانی که واقعا در راه الله متعال در نبرد بودن فقط به خاطر الله متعال و شهید واقعی، در حق 70 نفر از فامیل خود شفاعت میکنن. رسول صلی الله علیه و سلم گفتن
و دیگه قرآن کریم شفاعت میکنه. ما داریم که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمان اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه. شما قرآن بخوانید که قرآن کریم در روز قیامت شفاعت صاحبان خود میکنه. و در ادامه حدیث فرمودن که شما زهراوین بخوانید سوره های بقره و آل عمران، که اینها در روز قیامت همچون سایبان برای صاحب خود میگردن. و این هم جایگاه قرآن کریم رو به ما نشان میده، و ای که مسلمان قرآن بخونه. و دیگه علما دیگه سوره ملک، ما در حدیث داریم که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند من القرآن 30 آیه، ما در قرآن کریم 30 آیه هست که چکار میکنه؟ در حق بنده شفاعت میکنه، و او تبارک الذی بیده الملک میباشه. و در حدیث هم آمده که رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند که شما سوره ملک که هر شب قبل از خواب بخونید او شفاعت میکنه و همچنین از عذاب قبر نجات میده. و دیگه کسایی که شفاعت میکنن فرزندان نیک و صالح میباشن، و به ویژه فرزندانی که در زیر سن تکلیف از دنیا رفتن. و در حدیث داریم که رسول صلی الله علیه وسلم گفتن که کسی که خانومی که از او دو طفل سه طفل قبل از سن تکلیف وفات کرده باشه، او باعث نجات مادر خود میشه. و یک خانم سوال کرد که یک دو طفلم، گفتن دو طفلم ای کار میکنه. و در حدیث دیگری دارم که رسول صلی الله علیه وسلم گفتن ای اطفال به نوعی گوشه بدن پدر و مادر خود گرفته دارن و رها نمیکنن تا ای که الله تعالی اونها رو از دوزخ خلاص نکنه. و برای حافظان قرآن هم زیاد شنیدیم که اونها هم شفاعت میکنن برای فک و فامیل خود و برای دوستان و آشنایان خود. تشکر جناب استاد. ما داستان داریم که میگن یک خانومی که تمام عمر خود رو به گناه تیر کرده بود، او یک سگ تشنه رو میبینه و او سگ آب میده، او سگ از مرگ نجات میده، و این باعث عجیب میشه که خداوند تمام گناهان از او ببخشه و وارد بهشت کنه. خب سوال اینجا مطرح میشه که آیا عمل نیکی هم که از انسان مورد پذیرش پروردگار قرار گرفته باشه، آیا میتونه او عمل نیک هم باعث عجیب بشه؟ فقط یک عمل منظور میده که میتونه باعث عجیب بشه که انسان از عذاب دوزخ نجات بده؟ بله بله، ما یک نمونه که شما عرض کردیم که این اعمال دست کم نگیریم، چه خوب چه بد. ما در ادامه همین حدیثی که گفتین، این حدیث رسول صلی الله علیه وسلم در مورد مهربانی به حیوانات گفتن که یک زن بدکاره و زن هرزه به خاطری که به یک حیوان غذا داد باعث نجات او شد و باعث بهشتی بودن او شد. و عمل به نظر ما زیاد نمی آید، یک حیوانی بوده، اما نزد الله تعالی چقدر ارزشمند بالاه، به حدی که باعث نجات او میشه. و در مورد گناه ها هم همینطور بعضی وقتا ما به اونها بیتوجهی میکنیم اما باعث هلاک ما میشه. یک زنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که گربه ایر بسته کرد و به او غذا نداد و او راه هم نکرد که بره خودی از گیاهان زمین بخوره و تغذیه بکنه، و این گربه مرد. و رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید بابت این کار او دوزخی شد. پس ما یک کار میتونه باعث یک کار حتی میتونه باعث نجات ما بشه، کاری که در او اخلاص باشه، در او للهیت باشه، در او اتقان و درستکاری باشه، او عبادت یا او عمل به نیکی و درستی انجام بدیم. و در حدیثی هم میخوانیم که البته او در خصوص عبادات یا اعمال گفتاری ما میشه
که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بنده گاهی یک چیزی رو به زبان میاره و به او بی توجه، یعنی به او یعنی چندان اهمیتی نمیده یا متوجه نمیشه و همو حرف باعث نجات او میشه و باعث بهشتی شدن او میشه و بنده گاهی حرفای به زبان میاره، حرف بد، چندان توجه نمیکنه، او رو دست کم میگیره، او رو دست کم میگیره و اونه که او رو در تحترین درجه دوزخ پرت میکنه و میاندازه. پس مسلمان کار نیک دست کم نمیگیره و گناه دست کم نمیگیره. با کمال اخلاص و للهیت کارهای نیک رو انجام بدیم و از انجام کارهای بد برحذر باشیم. تشکر جناب استاد. پیرامون شفاعت صحبت های داشتین، اما وقتی شفاعت در قیامت صحبت میکنیم، خب واضحه یکی از شرایطی که به اصطلاح شفاعت صورت میگیره اینه که قیامت برپا بشه وقتی بحث شفاعت اخروی صورت میگیره. دیگه چی شرط هایی میتونه داشته باشه وقتی پیرامون شفاعت صحبت میکنه؟ علل عموم شفاعت دو شرط داره. شفاعت دو شرط داره، یکی که مسلمان باشه. البته شفاعت نوع دوم ما مورد بحث ما اونه، دقیقا. چون ما شفاعت نوع اول او شامل کافر و مسلمانه، دقیقا. و او شفاعت اصلا به منظور شروع شدن حساب و کتابه. شفاعت نوع دوم اول شرط باید مسلمان باشه. مسلمان باشه چرا؟ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. الله همطور میگه برای مشرکان شفاعتی کارساز نیه یا دوست صمیمی ندارن که به اونها چاره بسازه، یعنی اونها رو نجات بده. و در آیه دیگری هم داریم، دقیق متن آیه یاد منیه، که الله متعال میگه که اونهایی که غیر از الله متعال عبادت میکنن در حق اونها شفاعت اصلا نیه. و شرط دیگه اینه که رضایت الله متعال. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. انسان ها در حق کسی میتونن شفاعت بکنن که الله متعال رضایت داشته باشه و اجازه داده باشه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسیه که نزد الله متعال سفارش بکنه مگر به اجازه الله متعال؟ یعنی هیچ احدی حق نداره نزد الله متعال شفاعت بکنه مگر به اذن و اجازه الله متعال. پس شفاعت دو شرط داره، یکی ایمان فرد شفاعت شده و یکی که الله متعال اجازه داده باشه. پس با این مفهوم غیر مسلمانان به ایش عنوان شامل شفاعت دوم نمیشینه، چون اگر اعمال نیکی هم زیاد در دنیا انجام داده باشد، چون عمل ناخالصانه برای پروردگار نبوده، شامل از شفاعت نمیشه. کافر و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. کسی که کفر به ورزه و ایمان نداشته باشه، الله تعالی میگه اعمال او هدره. و او آیم یاد محمد، ولا یملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق. اونهایی که غیر الله را میخوانند مالک شفاعت نیستند، شفاعت اصلا ندارن، در حق اونها شفاعت قبول نمیشه. الا من شهید بالحق، مگر کسی که به حقانیت الله و دین گواهی بده و ایمان بیاره، و کسی که ایمان داشته باشه قبول میشه شفاعت در حق. تشکر جناب استاد. حکمت در چی بوده؟ حکمت پروردگار که منی موضوعی به نام شفاعت ایجاد بشه که باز در رو زمان قیامت یا در روی صحرای قیامت اشخاصی پیدا بشن با می شرایط که اینو بین مسلمان های گناهکار را به طرف بهشت ببرند؟ اول که فضل الله متعال از همون مهمتر، فضل الله متعال، و از جمله فضل الله متعال همین می باشه، والله اعلم همین می باشه، که می خواه بندگان نیک خوده، بندگان صالح خوده یک ارج و عزت بده. پیغمبران خود میخواد عزت بده. یک نوع عزت همینه که در حق کسی سفارش بکنه. بندگان نیک و صالح خوده. و بنان مثلا میگن در مورد شهید. شهید کسی که بخواه خاطر دین الله متعال جان از جان خود گذشته. الله متعال میخواه علاوه به او تکریم و عزتی که الله متعال به او کرده که او رو به بهشت برده، یک عزت دیگه هم به او میده که شما بیا شفاعت بکن، سفارش بکن.
و به همی بهانه به همی بهانه الله بی نهایت مهربان، الله بی نهایت مهربان بندگان خود از طرف بندگان خود از دوزخ نجات میده و از طرف هم تکریم و بزرگداشت از این بندگان نیک و صالح خود میکنه که دل ناخوش بشه و بندگان خود خوشحال بکنه که ما پیش الله متعال قدر و عزت داریم، ما پیش الله متعال قدر و عزت داریم که الله متعال ما را شفیع قرار داده و روی حرف ما حساب کرده و به خاطر حرف ما و به خاطر شفاعت ما فلان کسر از دوزخ نجات داده. ای که تا این حد. اما پس برمیگردیم که دلیل اصلی یا باعث اصلی همون رحمت و فضل الله متعاله که میخواه هر بنده خود به بهانه نجات بده. و در حدیث شفاعت داریم که الله پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال میفرماید که خب پیغمبران شفاعت کردند، قرآن شفاعت کرد، بندگان ما شفاعت کردند، فرشتگان شفاعت کردند. حالا دیگه شفاعت ما مانده. الله متعال میگه خود الله متعال هم شفاعت میکنه. خود الله متعال هم شفاعت میکنه. و خیلی در این شفاعت خود دیگه الله متعال خیلی بندگان بیشمار از دوزخ نجات میده و بیرون میکنه، میندازه به نهر یا جوی حیات یا زندگی که در حدیث آمده جویه، الله متعال اونها رو در اون جوی میندازه، شاداب و تر و تازه میشن، انگار از نو دوباره متولد شدن، پاک پاکیزه میرن بهشت. و یک مشت الله متعال بلا کیف، یک مشت الله متعال از بندگان خود بیرون میکنه، از دوزخ میندازه به داخل او دریا یا نهر زندگی. پس فضل الله متعال و به بندگان خود یک نوع امتیازی میده، بندگان نیک و صالح خود. اما امتیاز والا یا بگیم مهربانی اصلی از جانب خود الله متعاله که علاوه به او شفاعتی که به اونها داده، خود او هم جل و علا بندگان نیک خود نجات میده. تشکر جناب استاد. در مورد از این که گفتیم اشخاص، یک از گروه هایی که شفاعت میکردن این بود که دوستان نیک بود که شما قبلا ذکر کردیم، گفتیم که از پیشانی اونها کسایی ذکردن اونها شناخته میشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه امتیه که یعنی قابلیت شفاعت داشته باشن که شفاعت بشن، پیامبر چگونه میشناسن امتی خود را که اونا را شفاعت بکنن؟ این امتی یدعون یوم القیامت غرا من محجلین من اثار الوضوء فاسبغ الوضوء. اگر اشتباه نکنم رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند که امتی ما از آثار وضوء شناخته میشن. ما امتی خود از آثار وضو میشناسن. ما در وضو چیکار میکنیم؟ چهره خود میشوریم، دستان خود میشوریم، پاهای خود میشوریم و اینها این اعضای بدن در روز قیامت میدرخشه به خاطر آثار وضو که ما در دنیا وضو گرفتیم. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین عمده ترین معرف و نشانه امتی بودن ما برای رسول صلی الله علیه و سلم همینه و بر این اساس ما رو میشناسن و شفاعت میکنن. البته یک نکته فراموش نشه، ما گفتیم که چه کسانی میتونن شفاعت بکنن و در حق انسانهای گناهکار، در حق انسانهای که گناه کبیره انجام دادن شفاعت میشه، اما یک عده هستن که شفاعت در حق اونها پذیرفته نمیشه. و در صدر این جدول انسانهای مشرک میباشن، کافر میباشن. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت شفاعت کنندگان در حق اونها سودی نمیرسونه. الله تعالی در مورد مشرکان میگه. و دیگه ای که ظالمان، به ویژه حاکم ظالم شفاعت در حق او پذیرفته نمیشه. و ما در حدیث داریم که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که سنفان من امتی لن تنالهما شفاعتی. دو گروه هم که شفاعت ما هرگز
نصیب اونها نمیتونه بشه. او یکی از اونها چیه؟ حاکمان ظالم میباشه. و دیگه ای که کسی که شفاعت تکذیب بکنه، شفاعت دروغ بپنداره. انس ابن مالک رضی الله عنه میفرمایند که روایت میکنند که هر کس شفاعت تکذیب بکنه شفاعت نصیب او نمیشه. و در خصوص تکذیب شفاعت بگیم که شفاعت خود نفس شفاعت اویی که شفاعت هست در روز قیامت شفاعت کنندگان هستند، کسی این تکذیب بکنه خیلی خطرناکه، چون یکی از اصول عقیدتی اهل سنت جماعت این میباشه که ما در روز قیامت شفاعت هست. و چرا؟ چون شفاعت به جا قرآن کریم آمده، در قرآن کریم شفاعت آمده. از اودم ما چندین آیه را خواندیم که در مورد شفاعت بود در قرآن کریم، و در احادیث صحیح رسول صلی الله علیه وسلم آمده، و از همه مهمتر حدیثی که سر زبان ها در مورد شفاعت، شفاعتی لی اهل کبائر من امتی، شفاعت ما در حق گناهان امتی قبول میشه کسانی که گناهان کبیر انجام دادن. پس شفاعت یک چیز عادی نیه یا چیز جزئی باشه که فرد او رو بعضی افراد تکذیب میکنن. نه، کسی که شفاعت تکذیب بکنه از شفاعت محروم میشه. و یک گروه دیگه از کسانی که از شفاعت محرومن بدعت آورانن در دین، کسانی که در دین بدعت ایجاد میکنن. در حدیث داریم که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند در روز قیامت یک در از جلو چشم میگذرانن، عبور میدن و به سمت دوزخ میبرن اینها رو. و رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند اصحابی اینا دوستان منن، امتی منن، اینا رو کجا میبرین؟ ندا میایه که یا رسول الله، تو نمیدانی که اینا بعد از تو چه بدعتهایی رو در دین که ایجاد نکردن. بدعت گذاری در دین خیلی خطرناکه. و من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کسی که در دین ما بدعت ایجاد میکنه چیز نوی میاره، و رد پیغمبر صلی الله علیه وسلم میاد. و امام مدینه، امام مالک ابن انس رحمه الله و رضی عنه میگن که کسی که یک بدعتی و چیز جدیدی رو در دین میاره و ایره نیک میپنداره، ای کاری به این معنیه که یعنی معاذ الله محمد صلی الله علیه وسلم دین درست نرسانده و خیانت کرده. چرا اگر این درست بود، کار نیکی بود و پاداش زیاده داشت، خب محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر ما این میرساند. نو آوری در دین و بدعت ایجاد کردن در دین یک امر خیلی خطرناکه و باعث محروم شدن از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه وسلم میشه. تشکر جناب استاد. وقفه میگیریم و بعد از وقفه تعدادی از پرسش ها بینندگان عزیز ما فرستادن بریم و به پرسش های پردازی باشم انشاءالله. بینندگان عزیز وقفه کوتاهی میگیریم و دوباره در خدمت شما برمیگردیم. بینندگان محترم، به ادامه برنامه آیین زندگی خوش آمدید. خب جناب استاد، میپردازیم اما قسمی که قبل از وقفه گفتم تعدادی از بینندگان عزیز ما پرسش های فرستادن از طریق خطوط ارتباطی ما که به پرسش های پردازیم با شما. خواهر پیام دادن، گفتن که گرچه سوال زیاد مطرح میشه گذاشتن نام، یک نامی رو گفتن مهرناز، گفتن آیا نام خوبیه نیه، چی بینه استاد توضیح بدن؟ معنای بدی نداره گذاشتن نام هایی که معنای بدی نداشته باشه، اشکال نداره، یا معنای خلاف دینی نداشته باشه، اشکال نداره. تشکر. بیننده دیگر ما سوال کردن، گفتن که خواندن بیش از یک سوره در یک رکعت نماز جواز داره یا خیر؟ اگر فرد امامه و به مقتدیا طولانی میشه کار مناسبی نیه. رسول صلی الله علیه و سلم فرمان اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجه واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. وقتی شما برای مردم نماز میخوانین مراعات حال مردم رو بکنین و
کوتاهتر بخوانید. چرا؟ چون در بین مردم، در بین جماعت بیمار هست، ضعیف هست، ناتوان هست، پیرمرد هست و به هر ترتیب فردیه که ممکن اجازه داشته باشه یا کاری داشته باشه. و اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء، اگر برای خود خو یعنی به تنهایی نماز میخونه یا نماز نفل میخونه، هر چقدر که میخواد طولانی بکنه. پس اگر در جماعت و باعث اذیتی مردم میشه نباید بخونده بشه، و اگر تنهایی میخونه هر چقدر که میخونه دو سوره سه سوره میتونه بخونه، بیشتر هم میتونه بخونه. تشکر جناب استاد. بیننده دیگر پیام دادن گفتن بعد از عصر من معمولا تلاوت میکنم، و اگر در این زمان به سجده تلاوت برسم یا همون لحظه جواز داره که من سجده تلاوت میکنم. فکر کنم منظورشون این بوده که چون اوقات مکروه هست. ببینید، بعد از عصر سجده تلاوت درست اشکال نداره، متصل نماز عصر یا هنوز که وقت مکروه نرسیده باشه. وقت مکروه که وقت مکروه وقتیه که آفتاب دیگه در حال غروبه، وقت سجده تلاوت صورت نگیره. اما قبل از او اشکال نداره. پس به صورت کلی اینه که در اوقات مکروه سجده تلاوت صورت نگیره. درسته. یک خواهر پیام دادن گفتن که از به من میراث رسیده، حالا از این میراث میتونم به بانون زکات به شوهر خودم که شوهرم فقیره. فرد میراث به چند میراث میگم زکات به چند نفر نمیتونه بده؟ به اصول فروع همسر خو، یعنی و این خواهر زکات خود مال خود به دیگه کس بدن. دادن زکات هرچند که شوهر فقیر باشه، دادن زکات به شوهر درست نیه، یا عکس قضیه هم درست نیه. دادن زکات به خانم، هرچند که خانم فقیر هم باشه، باز هم دادن زکات به او درست نیه. میتونن تحت دیگه عنوانی به عنوان صدقه، به عنوان تحفه، هدیه میتونن بدن و ثواب هم داره. تازه هم ثواب هدیه و هم ثواب صدقه. تشکر جناب استاد علی که در برنامه با ما بودید. زنده باشید. بخیر باشید. و تشکر و سپاس از شما بینندگان عزیز که تا آخر برنامه با ما همراه بودین. تا برنامه بعدی و آیین زندگی بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.